فصل دوازدهم. و اما درباره عطایای روح القدس، ای برادران، من نمیخواهم در این خصوص بی اطلاع باشید. شما میدانید زمانی که هنوز خدا ناشناس بودید به سوی بت‌های بی زبان کشیده میشدید و گمراه میگشتید. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد، نمیتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیتواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. عطایای روحانی گوناگون است، اما همه آنها را یک روح میبخشد. خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت‌های ما نیز مختلف است، اما یک خداست که در همه عمل می‌کند. در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می‌کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می‌کند و به دیگران بیان معرفت، به یکی ایمان می‌بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت و به سومی عطیه تشخیص ارواح عطا می‌کند، به یکی قدرت تکلم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می‌بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا می‌فرماید. بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد. پس همه ما، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. اگر پا بگوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، آیا به خاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگر گوش بگوید به علت اینکه چش نیستم به بدن متعلق نیستم، آیا به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمی شود؟ اگر تمام بدن چش بود چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود، بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است، ولی بدن یکی است. و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند، وجودشان بیش از همه ضروری است. و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم. با آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم. حالان که اعضای زیبای ما به چنین آرایش احتیاج ندارند. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود، تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. مقصودم این است که خدا در کلیسا اشخاص معینی را به شرح زیر قرار داده است. اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمین و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند. آیا همه رسول یا پیامبر یا معلم هستند؟ آیا همه معجزه میکنند؟ آیا قدرت شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبانها سخن میگویند یا همه زبانها را ترجمه میکنند؟ پس با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید. و اکنون
بهترین راه را به شما نشان خواهم داد.